بحثی هست که خیلی از هنرجوها توش موندن حالا سوال میکنن و سخته. این یه سوالیه که چرا مثال الان داشتم یه آهنگ میزدم تو یه گام لامینور هارمونیک، تو گام لامینور هارمونیک سول دیزه، اما بعضی وقتا سول با کار میشد. بله همچین امکان داره تو یه آهنگای هست، البته مینورش دست نمیره، همون مینوره، اما از هارمونیک برمیگرده مثلا به تئوریک معمولی. بعد خدمت رو عرض کنم سه نوع مینور بود، یه دونه مینور تئوریک، یه دونه هارمونیک، یه دونه آنتیک. بعضی وقتا مثلا تو گام لامینور هارمونیک
که سول دیز فاست آهنگ سول با کار میشه، باز میره رو سول سول دیز میشه. همچنین هم امکان داره که الان داشتم قطعه میزنم برای تو. تو خیلی از آهنگ ها همچه اتفاقی میفته، همچنین وجود داره. بعد حالا البته الان اینجا گام تغییر نکرد، فقط از هارمونیک اومد به تئوریک، یعنی معمولی شد، مینور معمولی شد. تو بعضی از آهنگا گام ها تغییر میکنه. مثلا چجوری بهتون میگم، دارین توی یه گام دو ماژور میزنی، یه دفعه گام تغییر میکنه میگه لامینور، تغییر مودلاسیون بهش میگن، به گام میگن مودلاسیون، تغییر مودلاسیون میده میاد روی گام دیگه تو آهنگ. اما ما الان کاری نکردیم، ما الان فقط یه دیز رو معمولیش کردیم، کردیم خونساش کردیم، بوکارش کردیم، خونساش شد. که دیگه تو اون آهنگ که دارم بهتون میگم، مثل آهنگ های قطعه ها به سمفونی ها که اینا نوشته میشه، مثل یه قطعه های سخت از خیلی خواننده های بزرگ که اگه گوش کنی توجه، مثل بتوون تغییر مودلاسیون میده، چایکوفسکی، یا مثل مثال خیلی از پیانیست های بزرگ دنیا. حالا ما کوچیکش همین بتوون رو میگیم که بزرگترینش هم همین بتوونه، استاده. الان قطعه‌ای بتوون رو هیچ کس نمیتونه گوش کنه، یعنی گوش کردنش واقعا عذاب‌آور. بعضی از قطعه‌هاش مثل قطعه مرگش و مثل این چیزا که چیه چه برسه بخوای اونا رو بنویسی، که هنوزم هنوزه قطعه‌ای ناتمومی ازش مونده که هیچ کس تمومش کنه. و فکر بتوون اینجوری بوده، فکرش اینجوری بوده، هیچ کس فکر بتوون رو نمیتونه داشته باشه که بخواد قطعه بتوون رو تموم کنه. اون دیگه لحظه به لحظه مودلاسیون نواد میکرد تو تو قطعه‌اش، تو سمفونی‌اش. البته ما داریم فقط آموزش کیبورد می‌دیم. چنان من توضیحات خیلی جالبی دارم بهتون میدم. که الان ما لامینور هارمونی شما دیم به لامینور معمولی. خیلی راحت ببین. هارمونی که الان معمولی میشه. معمولی شد. خیلی راحت. پس تو بعضی از آهنگا هم چیز امکان داره که یه دفعه گام تغییر کنه. الان ما هارمونیک بیاد، البته تو این آهنگای جدید و این روزی نه. ولی خب دهه 50، دهه 40، دهه 60، دهه 70 آهنگاش هم چیزایی بود که مثال تغییر مودلاسیون میدادن تو کاراشون. تو آهنگای پاپشون. بعد دیگه چه برسه به کارهای سنتی ما، دیگه اونا دیگه واقعا تغییر میدادن. دستگاه عوض میکردن، عین زدن. سیاوش سینا هستم، در خدمتتون هستم در زمینه آموزشی بود. شماره 0921241443 0936449196. ما دو نوع آموزش داریم، یکی به صورت حضوری و یکی به صورت غیر حضوری. عزیزانی که بخوان حضوری تشریف بیارن در خدمتشون هستم. بنده تهران و رامین هستم. آموزش حضوری ما در 35 جلسه و در 4 ماه الی 5 ماه 100% تضمینی با قرارداد کاری، و اگه کسی واقعا کار کرد نوازنده نشد تمام وجهش از ما میگیره. و به صورت غیر حضوری در 35 تا ویدیو از طریق تلگرام، واتساپ و شبکه‌های مجازی و اجتماعی باشون کار میشه. و غیر حضوری بیشتر برای بچه‌های شهرستانی گذاشتیم، اونایی که تهران نمیتونن بیان، مسئولشون دور، وقت ندارن. خدمت شما عرض کنم مبلغ کل آموزش هم حضوری هم غیر حضوری 3,700,000 تومانه. در خدمت شما هستم. عزیزانی که واقعا کلاس رفتن، جاهای مختلف رفتن، چندی جا کلاس رفتن، موجود که میخواستن نرسیدن، مشکل دارن، هنوزم مشکل دارن، هنوزم که روز کلاس میرن مشکل دارن، به صورت حالا حضوری یا غیر حضوری میتونم باشم همکاری خوبی داشته باشم. بیشتر این ویدیو برای کسایی که واقعا تو کار موسیقی مخصوصا تو آموزش اوج واقعا بسیار زحمت کشیدن ولی به اون چیزی که میخواستن نرسیدن، سالها دوندگی کردن، سالها خرج کردن، سالها پیش این استاد، پیش اون کلاس، این کلاس، فقط بهشون آهنگ دادن، هیچی بهشون ندادن. عزیزان هم که مبتدی اصلا نمیدونن آهنگ چیه، نوت چیه، هیچی سر در نمیارن، شاید آهنگ مینویسن بهشون میدن، مبلغشون رو میگیرن. اما ما کار ما اینجوری نیست، کار ما از پایه تا پیشرفته یه تمام مباحث، آکوردها، گامها، پنجه، قوی کردن گوش که به صورتی که تمام آهنگا رو گوش کنیم بلا فاصله در بیاریم، این خیلی مهمه. پنجه قوی کردن با دستگاه کار کردن، با پچ بک کار کردن،
در این آن دستگاه رو زیر رو کردن، تو خالتور رفتن، تجربه های برنامه، اینا همه به هنرجو گفته میشه و در ابتدای کار با هنرجو یه تصویری از خودم هست که در خودم رو در خدمت هنرجو ها میذارم که قشنگ ببینن، تجربه داشته باشن. این هم از این و منتظر تماساتون، پیامهاتون هستم. عزیزانی که نوازنده هستن، مشکل آکورد دارن، نوازنده هستن، مشکل پنجه دارن، نوازنده هستن، حالا ایرادگیری میخوام بخونن، نوازنده هستن، مشکل گام دارن، اونایی که نوازندن وجدان خودشون اجازه نمیده و میخوان کامل یاد بگیرن، و اونا به صورت توافقی و ایرادگیری کار میشه. عزیزانی که دستگاه دارن نمیتونن با دستگاهشون کار کنن، با هم در تماس باشن، مشکل دستگاهشون رو حل کنن. در زمینه آهنگسازی، عزیزان اگه آهنگ خواستن در زمینه آهنگسازی میتونم باشون همکاری خوبی داشته باشم. فقط خواهشم پیام نده اول، برای هر نوع کاری فقط تماس بگیرید. اشاره که بتونم در زمینه آموزش اورگ یه همکاری خوبی باهاتون داشته باشم. خیلی دوستتون دارم که ویدیو دارم براتون میذارم. خواهشن عزیزان نگم کپی کنن آهنگای منو، من فقط برای اینا رو فقط برای عزیزان مبتدی میذارم که دنبال یه آموزش عالی و خوب هستن و تضمینی در خدمتتون هستم. ببخشید زیاد وقتتون رو نمیگیرم. بوده شب خوبی داشته باشید. اشتباه که هر جا هستید موفق و پایدار باشید. شماره هم گفتم، اشتباه که یه همکاری خوب در آخر باز شماره هم بگم 0921